چند هفته پیش در پیگیری سخن پیرامون دروغ‌سازی و تاریخ‌سازی در تاریخ اسلامی و شیعی به موضوع سادات، سیدها پرداختم. پس از اون هم به دلیل براستی روی کرد و یعنی استقبالی که هم میهنان از این برنامه کردن، بران شدم که این رو دنبال کنم. در کانال تلگرامی، کانال تلگرامی یک کلمه با محمد امینی که نشانی اون هم در زیر این برنامه آمده، اما شما اگر به فارسی بنویسید که یک کلمه با محمد امینی اون رو خواهید یافت. دوستان زیادی این برنامه ها رو دنبال کردن. چند یادداشت هم در این باره در اونجا نهادم که یکی از اونها رو اینک در این برنامه با شما دنبال میکنم. سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت احوال ایران، این هم از پدیده های دوران مشروطه و مدرنیته است که موضوع ثبت احوال مطرح شد و در مجلس های قانونگذاری به اون پرداختند و سرانجام در دوران رضا شاه سازمان ثبت احوال به وجود آمد و آخوندها خیلی با این مخالف بودند، چون تا اون زمان همه ازدواج و طلاق و ثبت و همه اینها در نزد اونها انجام می شد. ولی امکانی به وجود آمد در اون دوران که بسیاری از این کسانی که این دفترهای ثبت احوال و ثبت اسناد رو داشتن، اینها هم آخوند بودن. از جمله یکی از اونها برادر آقای خمینی، آقای پسندیده است که در خمین سردفتر بود. سازمان ثبت احوال ایران، یعنی اداره‌ای که بر روی آمار زندگی و مرگ و میر و شمار شهروندان رو در دست داره، در تازه ترین سرشماری خودش گزارش داده که در ایران 81 میلیونی 6 میلیون سید زندگی میکنه. خب نیک بنگرید، از 81 میلیون نفر مردم ایران 6 میلیون نفر سید هستن. این گزارش دولتی است. خب ما بپذیریم، بریم به تاریخ، بپذیریم که ما 11 امام داشتیم و یعنی ما شیعیان، البته بنده که دیگه شیعی نیستم، ولی شیعیان 11 امام داشتن که امام 12 در خردسالی از بیم و هراس خلیفه عباسی پنهان شده. خب خود این هم که میدانیم به دو دلیل دروغ هست. نخست این است که در بسیاری از اسناد تاریخی آمده که امام 11 فرزندی نداشته. دو دیگر این که کسانی که نایب این امام ناپیدای 12 شدند با دربار خلیفه عباسی خیلی نزدیک بودند و در اون هنگام وزیر خلیفه عباسی شیعی مذهب بوده. من نمیدانم که هنگامی که وزیر خلیفه عباسی شیعی مذهب باشه، چرا این امام باید در سردابی پنهان بشود. حالا اینو میپذیریم، برای اینکه گرفتاری برای گفتگوی امروز ما پیش نیاید. بپذیریم که ما از خانواده علی ابن ابی طالب و فاطمه دختر پیامبر اسلام 10 فرزند فرزندان به وجود آمده، 10 فرزند پی در پی که امام شدن، یعنی 10 نسل. و امام 11 امام حسن عسکری درگذشته و تنها فرزند او، دیگر فرزندی از او به جای نمانده زیرا پنهان شده. خب اینو بپذیریم. در نوشتارهای تاریخی اگر همه اونها رو بپذیریم، از جمله تاریخ طبری و دیگر تاریخ ها، شمار فرزندان امامان رو آوردند، دختر و پسر، یعنی شمار فرزندان علی ابن ابی طالب، شمار فرزندان امام حسین، امام حسن، همه اینها در تاریخ ها آمده. از جمله این که جز امام زین العابدین که بیمار بوده، دیگر فرزندان امام حسین در کربلا کشته شدند. اینها رو پژوهشگران و محدثان شیعی میگویند. من به راست و درست اون کاری ندارم. بپذیریم که چنین بوده. یعنی این تاریخ رو بر پایه روایت محدثان
فقهای شیعی بپذیریم که تا امام 11 این خاندان پی در پای پی پشت در پشت امام بودند، فرزندانی از اونها آمده و اینها همه بر پایه این نوع نگاه سید بودند، یعنی سید اولاد پیغمبر، چون فاطمه اولاد پیغمبر است و بنابراین سیدها از فاطمه و علی ابن ابی طالب به وجود آمدند. اونهایی هم که فرزندان علی بودند ولی از فاطمه نبودند، چون اولاد پیغمبر نیستند، اینها رو علویان میگفتند، سید نمیگفتند. و اما در تاریخ ایران جنبش های علوی زیاد داشتیم، برخی از این جنبش ها رو حتی امامان شیعی پشتیبانی نکردند، چون اینها سید نبودند، اینها علوی بودند. علوی بودند یعنی از هواداران علی ابن ابی طالب یا از خاندان او، ولی سید بودند یعنی از خاندان علی ابن ابی طالب و فاطمه فرزند محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام. اگر همه تاریخ ها رو کنار هم بگذاریم و اینها رو بپذیریم، از زمان ازدواج پیامبر اسلام با فاطمه تا ناپدید شدن امام 12 نزدیک به 150 فرزند از این خاندان به وجود آمده. برخی میگویند 100، برخی میگویند 150، چون بسیاری از این فرزندان خب در اون دوران به هر روی پزشکی امروز وجود نمی داشته. کسانی که 5 فرزند به دنیا می آوردن، شاید 3 از این فرزندان به 10 سالگی هم نمی رسیدن، در می گذشتن. ولی بپذیریم که بین 100 تا 150 فرزند از این خاندان فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب به جای مانده، یعنی مجموعی امامان شیعه نزدیک به 150 فرزند تولید کردند. و بپذیریم که این 150 فرزند همه تندرست بودند و همه فرزندان دیگری تولید کردند. همه اینها رو بپذیریم. نسل امامان شیعی که با امام 11 امام حسن عسکری به پایان میرسه، چون امام 12 دیگه فرزند نمیتونه داشته باشه، اصلا اسمش امام ناپیداست. من که اصولا باور بر این دارم، مانند احمد کسروی زنده یاد، که چنین امامی در کار نبوده، اما بپذیریم در کار بوده ولی به هر روی ناپیداست، و اگر هم فرزندانی داشته باشه کسی از این فرزندان آگاهی نداره. بپذیریم که همه فرزندان امامان به ایران کوچیدند، یعنی کشورها و سرزمینها و جایگاه‌های شیعی دیگر رو واگذار کردند. می‌دانیم که چنین نیست، زیرا جز امام 8 امام رضا که ولیعهد مأمون عباسی شد، دیگر امامان شیعی همه در سرزمینی که امروز عراق هست در اونجا زندگی می‌کردند. و امام رضا است که پس از اینکه به خراسان آمد و ولیعهد مأمون شد، پیام فرستاد برای خاندانش، و این رو امروز به عنوان مدرک و مستند می‌دانیم که بسیاری از اونها پس از این نامنگاری امام 8 به خراسان کوچیدند و برخی از اونها در راه در گذشتند، از جمله یکی از اونها امامزاده است که در شاه چراغ آرامگاه اوست، در اونجا به خاک سپرده شده، و معروف ترین اونها برغه و بارگاهی است که در قم است، و اینها همه خاندان امام 8 شیعیان بودند. خب بپذیریم همه این خاندان حتی پس از امام 8 هم به ایران کوچیدند، این رو بپذیریم. این رو تنها برای اینکه به شما نشان بدهم که تا چه اندازه دروغ پردازی در این گفتمان تاریخی است با شما در میان میذارم. بپذیریم که همه این 150 فرزندان امامان شیعی و فرزندان اونها که همه اینها به گونه سید به شمار می آمدند، اینها به ایران کوچیدند و در ایران
با دیگران ازدواج کردند یا در درون خاندان سیدها ازدواج کردند و فرزندان تازه درست کردند. حالا اگه این رو بپذیریم که این 150 نفر فرزندان و نوادگان علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا همه به ایران کوچیدند و همه در ایران تولید مثل کردند، یعنی بیشتر بچه زاییدند، در ایران فرزندان به وجود آوردند، ما باید بپذیریم که امروز پس از 1100 سال که از آخرین امام شیعی می‌گذرد، این خانواده سیدها آنچنان کوشا بودند که از دل این 150 نفری که به ایران کوچیدند و همشون هم به ایران آمدند، امروز 8 میلیون بله گفتم 8 میلیون 6 میلیون می‌بخشید 6 میلیون سید در ایران پدیدار شده. بگذاریم که عده‌ای در عراق هم سید هستند، عده‌ای در یمن هم سید هستند، عده‌ای در افغانستان و حتی در سرزمین‌های دور از ایران، در سرزمین‌های آسیای مرکزی خودشون رو سید می‌دونن. حالا چگونه اینها سید شدن بماند. ما برمیگردیم به پایگاه شیعی، اون هم پایگاهی که تا زمان صفویان شیعی نبوده، یعنی تا اون هنگام بیشتر باشندگان ایران اهل سنت بودند. این هم باز بر پایه اسناد می‌دانیم که تا آمدن شاه اسماعیل دست کم 75% مردم ایران اهل سنت بودند، از جمله شیراز، اصفهان، بیشتر سرزمین‌های خراسان، دیگر شهرها، از جمله خود تبریز که در اونجا شاه اسماعیل تاجگذاری کرد، بر پایه نوشتارهای تاریخی نزدیکان به شاه اسماعیل خود اونها گفتند که از مردم تبریز 2/3 از 6 دانگ گفتند 2/4 دانگ اهل سنت هستند. ولی شاه اسماعیل بر پایه اسناد تاریخی در اون 2 هفته نخست فرمان روایی بر تبریز آنچنان کشتار کرد که همه مردم تبریز به ناچار شیعی شدند و شیعی باقی ماندند. خب اگر ما بپذیریم همه این داستان ها رو، بپذیریم که این خاندان علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و همه امامان و هر فرزندی از میان اونها زاده شده و زنده مانده، همه اینا به ایران آمده باشند، این رو هم بپذیریم که تا 10 دهم بیشتر مردم ایران اهل سنت بودند، اگر یک بررسی دقیقی بکنیم میبینیم که بر پایه این آماری که سازمان ثبت احوال ایران میدهد، در درازای 1100 سال این خاندان بازمانده از علی ابن ابی طالب و امامان شیعه 54,000 برابر شدند. یعنی آنچنان کوشا بودند در سید کردن و سید سازی که از این شمار فرزندان دختر پیامبر و علی ابن ابی طالب، همه اینها که به ایران کوچیدند، در این درازا تا امروز اینها 54,000 برابر شدند. یعنی خاندان سیدها، خاندان 150 نفری 11 امام شیعی، رشدی بیش از 200 برابر رشد دیگر مردم ایران داشته. یعنی اگر آنچه که درباره شمار مردم ایران در اون دوران میدانیم و امروز میدانیم اینها رو نگاه کنیم، از معجزات سیدهایی هست که رشد
آنها در این درازای تاریخ 200 برابر بیشتر رشد جمعیت غیر سید در ایران بوده. یک لحظه بیاندیشید، یک لحظه نگاه کنید به این دروغ پردازی های تاریخ که از بالای منبر و امروز از درون دولت به خورد مردم میدهند. ما 6 میلیون سید در ایران داریم، 80 میلیون نفر باشندگان ایران هستند. شمار کسانی که از خاندان سیدها به ایران کوچیدند، فرزندان و همه اینها، از دل این 150 نفر اگر هم همه به ایران آمده باشند که میدانیم نیامدند، از دل اینها بیرون آمده، سیدهای عراق و یمن و شمال آفریقا و افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها را هم به شمار نمیاریم. تنها در ایران رشد سیدها نسبت به رشد دیگر مردم ایران، چه آماری رو گفتم، 200 برابر بوده. خب این هم خودش باید یکی از معجزات دنیای شیعی و دنیای سیدی باشه که سیدها توانستن شمار خودشون رو 200 بار بیشتر از دیگر باشندگان ایران افزایش بدهند. بگذاریم که تا آغاز سده 16 میلادی 75% جمعیت ایران اهل سنت بوده، این رو هم میدانیم، و با این همه در ایران 80 میلیونی 6 میلیون سید زندگی میکنه. 200 برابر رشد بیشتر از دیگر مردم ایران داشتن. خب شما هنگامی که به این شمار نگاه میکنید، به این شماره ها نگاه میکنید، در میابید که تا چند اندازه در درازای تاریخ به ما دروغ گفتند. چرا دروغ گفتند؟ برای این گفتند سیدهای اولاد پیامبر برتر از آدم های دیگر هستند، اینها یک سر و گردن بالاترند، اینها حتی اگر دست به کشتن دیگران هم بزنند باید از گناه اونها گذشت و سید اولاد پیغمبر هستند. یعنی 1000 و اندی سال پیش کسی از خاندان علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا از اونجا به دنیا آمده و 1200 سال پس از اون این آدم چون اون خون پاک در رگش جریان داره و هیچ خون دیگری هم به این آدم نرسیده، این رگه خون یک نوع اصالت برای این آدم ایجاد میکنه. خب این سخن با یکی از آیه های بسیار بسیار شناخته شده قرآن در تضاد. من این آیه رو برای شما میخوانم، من علاقه به خواندن آیه های قرآن ندارم، اما این رو برای شما میخوانم. انا خلقناکم، همانا که ما خلق کردیم، انا خلقناکم من ذکر و انسا، اما همان ما خلق کردیم شما رو از مرد و زن، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، شما رو از زن و مرد خلق کردیم و شما رو بخش کردیم به قبایل و شعوب و دسته های گوناگون. یعنی خداوند در قرآن دارد به پیامبر میگوید و به مسلمانان که من شما رو اینگونه خلق کردم از مرد و زن و به تیر و تبارهای گوناگون، همه اینها رو گفته. اما سپس این رو میگوید، نمیگوید که پیامبر اسلام، اگر این حرفا اصلا درست باشه، کاری به اون ندارم، میگم که اینها سخن خداونده، قرآن است دیگه، مسلمانان پذیرفتن این سخن خداونده. خداوند در این آیه میگوید که در سوره حجرات میگوید که بله، آیه 13 که ما شما رو خلق کردیم از زن و مرد و شما از تیر و تبارهای گوناگون هستید، نگفته در این آیه که شما که خلق شدید و از تیر و تبارهای گوناگون هستید همانا برجسته ترین اونها کسانی هستند که از خانواده محمد ابن عبدالله و دختر او به وجود آمده باشند، اونها خون ویژه هستند، اونها نزد ما برجسته ترین به شمار می آیند. نه، در ادامه این آیه چه میگوید؟ میگوید که بعد شما رو خلق کردیم و شما رو تقسیم کردیم و شما از تیر و تبارهای گوناگون هستیم،
ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همانا که پرهیزکارترین شما نزد خداوند برجسته ترین است. میگوید که اگر این آیه درست باشه که ما با اینکه مردم از زن و مرد خلق شدن، به تیر و تبارهای گوناگون تقسیم شدن، برترین اونها کسانی هستند که پرهیزکارتر از دیگرانند. در اینجا نگفته که سید اولاد پیغمبر برتر از دیگران است، هیچ کجا چنین سخنی به میان نیامده، اما اینها رو بعد ساختند، اینها رو به مردم خوراندند و مردم بخت برگشته شیعی در این کشورهای شیعی، در این سرزمینهای شیعه‌نشین، این سخنان نادرست و دروغ رو پذیرفتند تا جایی که آب دهان سید رو شفا بخش می دانستند. این میرزا حسین محدث نوری از آخوندهای برجسته دوره قاجاره، آدمی است که خیلی سرشناس بوده. او از زمان پیامبر حدیث آورده، حدیثی که پیشتر کسی آگاهی نداشته، از زبان پیامبر اسلام گفته فرزندان مرا، این آیه قرآن رو گفته فراموش کنید که خداوند در این آیه قرآن گفته که ما شما رو آفریدیم از زن و مرد و به تیر و تبارهای گوناگون و برترین شما، برجسته ترین شما، پرهیزکارترین شما هستن. گفته این رو فراموش کنید، این یه چیزیست که در قرآن آمده، ولی من حدیثی دارم، من اطلاع دارم. این حدیث من چیه؟ حدیث نبوی از زبان پیامبر اسلام که در کار آقای محدث نوری در مستدرک الوسائل آمده، نوشته که فرزندان مرا گرامی دارید، همانا احترام به آنان احترام به من به شمار می آید. فرزندان من رو نه به عنوان این که چند فرزندی که پیامبر اسلام داشته، منظور سید اولاد پیغمبره. این محدث نوری آخوند دوران قاجار میگوید که سید اولاد پیغمبر از زبان پیامبر نقل میکنه، از آیه قرآن بالاتر است. آیه قرآنی که گفته ما شما رو خلق کردیم به زن و مرد و به تیر و تبارهای گوناگون، همانا برترین شما، پرهیزکارترین شما هستند، نه، پیامبر اینو گفته، تو قرآن آمده. این مهم نیست، این آیه قرآنه، چیز چندان مهمی نیست. از زبان پیامبر اسلام میگوید که بله، فرزندان من رو، سیدهای اولاد پیامبر رو، اینها رو ارج بدارید. چرا؟ چون اگه شما به اونها احترام بگذارید، به من احترام گذاشتید. فراموش کنید که برترین شما پرهیزکارترین شما هستن، فراموش کنید که شما همه با هم برابر هستید. همه این چیزهایی رو که در آیه های قرآنی آمده و هیچ کجا درباره سید بودن سخن گفته نشده، اما محدث نوری و آخوندهای پیش از او این رو دریافتند. شیخ صدوق در کتاب امالی از زمان امام ششم، امام جعفر صادق، آورده که نگریستن به فرزندان و بازماندگان ما همانا عبادت است. یعنی شما اگر فرزندان ما امام ها رو به اونها بنگرید، اونها رو دوست داشته باشید، خودش عبادته. چرا؟ چون اینها سید اولاد پیغمبر هستند. ببینید، این سنگ بنا رو از زمان امام جعفر صادق نهادند، سنگ بنا رو از زمان شیخ صدوق نهادند، دروغ پردازی هایی که در تاریخ کردند. جالب اینجاست که انگامی که من این نوشته های تاریخی رو بازبینی میکنم، میبینم که تا زمان شاید بتوان گفت در تا زمان سده پنجم هجری، واژه سید در این نوشتارهای تاریخی به کار برده نمیشه.
از جمله در مروج الذهب مسعودی هیچ اشاری به این که این سید بودن برتر از دیگران است به چشم نمی‌خورد. بله در دستگاه خلافت عباسی هم نگاه می‌کردند که این سیدها به مفهوم دیگری جایگاه خوبی داشته باشند، اما سید برتر و اینکه فرزندان ما، از جمله سخنی که از زبان امام ششم به کار می‌رود، در هیچ نوشتار تاریخی دیگری جز این داستان سرایی های آدم هایی مانند شیخ صدوق نیست. این شیخ صدوق این داستان رو در کتابی به نام عیون الرضا آغاز کرده، عیون الاخبار رضا، و اونجاست که وانموده که هارون رشید دستور داده بوده که هیچ کس از فرزندان علی ابن ابی طالب رو زنده نگه ندارن، بروند تمام کسانی رو که از این شجره برخواستن به گونه پیوندی با علی ابن ابی طالب دارن، چه از خانواده علی و فاطمه باشن، چه از خانواده علی ابن ابی طالب و دیگر زنان او باشن، یک نفر از اونها رو زنده نگه ندارن. این رو شیخ صدوق گفته. میزان این دروغ پردازی تا کجاست؟ تا جاییست که هارون الرشید فرزندی داشته به نام مأمون، و این مأمون امام هشتم شیعیان امام رضا رو ولیعهد خودش میکنه. پدرش بر پای این یاوه هایی که ایشان گفتند، این داستانسرای شیعی گفتند، بنا بوده تمام خاندان علی رو از دم تیغ بگذراند، یکی رو زنده نگه ندارد. اما فرزند او مأمون که یکی از برجسته ترین خلفای عباسی است و پایگاه خودش رو در خراسان قرار داده و تنها به دلیل شورش در بغداد به بغداد بازگشته، امام هشتم شیعیان رو ولیعهد خودش کرده. پدرش گفته هیچ کس از خاندان علی رو، نه از خاندان تنها فاطمه و علی، ولی از خاندان علی رو زنده نگه ندارید، ولی فرزند او امام هشتم رو ولیعهد کرده. و امام هشتم نامه نوشته به خویشاوندانش. پس هارون رشید فرمانش به پشیزی نمیارزیده، چون فرمان داده همه خاندان علی رو بکشن، ولی نامه نوشته به خاندانش و ده ها هزار نفر، بر پایه اسناد تاریخی هزاران هزار نفر خانواده های پیوند یافته با این امام شیعی و دوستان و بستگان و کسانی که میخواستن از کنار اونها یک بر روی بهرمند بشوند و بیایند به خراسان، کوچ کردند و به ایران آمدند. اینها زنده ماندند در دوران هارون الرشید که یکی از مقتدرترین خلفای عباسی است، وگرنه چگونه امام هشتم زنده میموند؟ و این امام هشتم به خویشاوندانش که شمار اونها هم بسیار بوده، دو تن از اونها دست کم در شیراز و در قم مدفون هستند، به اونها پیام داده بیایید به خراسان، اینجا جایی بسیار خوبی است، منم ولیعهد هستم، من خلیفه آینده خواهم بود، خلافت از خاندان عباسی به خاندان من انتقال پیدا خواهد کرد. و هارون رشید بر پایه این سخن شیخ صدوق دستور داده بود که همه اینها رو قتل عام کنید. و البته او میگوید مأمون همین توطئه بود و به همین دلیل هم امام هشتم رو زهر دادن و او رو کشتند، و اینجا شد مشهد، جایی که امام هشتم شهید شده، شد شهر مشهد. ولی با همه این کشتارها، بسیاری از اینها دروغ، با همه این بلاهایی که بر سر این امامان آمده و با همه کشتارها و محدودیتهایی که برای سیدها در ایران و در دنیای اسلامی قائل بودند و دنبال این بودند که اینها رو پیدا کنند در هر سوراخی و اینها رو بکشند، چه سید باشند چه علوی، اینها شمارشون چندان زیاد شده که در ایران تنها 6 میلیون سید ما امروز داریم. خب ما میدانیم اینها دروغ است، اینها داستان ساختن تاریخی است، و گروهی بدبخت برگشته از مردم هم این رو میپذیرند که بله این امام سیاه است،
آن دیگری عمامه سفید است. این سید اولاد پیغمبر است. از کجا می دانید؟ کدام بررسی تاریخی و ژنتیک و دی ان ای در این باره انجام شده که یک گروه ویژه‌ای در تاریخ وجود داشتند و این گروه فرزندان علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا بودند، از آن خاندان بیرون می آیند و اینها امروز تنها در ایران به 6 میلیون رسیدند، یعنی 200 برابر بخش دیگر جمعیت ایران رشد داشتند، با همه کشدارها و تعقیب و دستگیری‌ها و پیگردها و دشواری‌هایی که برای اینها به گفته این امامان شیعی و تاریخ نویسان شیعی در تاریخ وجود می‌داشته، اینها با این وجود توانستند در پنهانگاه خودشون 200 برابر بیشتر از دیگر مردم ایران تولید فرزند بکنند و شمار اونها امروز برسد به 6 میلیون از 80 میلیون جمعیت ایران. چگونه میتوان این گونه دروغ‌ها رو پذیرفت؟ و مگر نه این است که در آغاز صحبت گفتم در قرآن آمده که همانا پرهیزکارترین شما ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همانا برجسته ترین شما نزد من پرهیزکارترین شما هستند. نه، اینها مهم نیست. نگاه به فرزندان پیامبر از نسل علی ابن ابی طالب و زهرا، فاطمه زهرا، این نگاه خودش شما رو در آخرت رستگار خواهد کرد، چون اینها آدمای دیگه‌ای هستند، اینها سیدند، اینها که گناه نمیتوانند بکنند. اینها درست است که جز به 12-14 معصوم نیستند، 12 امام و دو دیگر 14 معصوم نیستند، ولی اینها معصومند، معصومین دیگری هستند. اینها آدمهایی هستند که در جامعه بشری باید نسبت به اونها نگاه بسیار دیگری داشت. در غرب به عنوان نجیب به اینها نگاه میکردن، نه سیدها، نجبا، کسانی که از خاندان نجیب اشراف بیرون میان. اینها آدم های متفاوتی بودند. در تاریخ نزدیک ایران هم شاهزادگان قاجار چنین نقشی داشتند. اگر از نسل قاجار بودند، گویا خون اینها اندکی غلظت بیشتری از خون دیگران داشت، جایگاه برجسته تری داشتند. هر جنایتی هم که میکردند مهم نبود. همین را آمدن در دورهای پس از اون هم تکرار کردند. خاندان پادشاهی جایگاه ویژه‌ای داشت. حتی نام‌ها را در خاندان پادشاهی در ایران انحصاری کردند. شما در دوران رضاشاه نمی‌توانستی به نام شاپور شناسنامه بگیری. اینها نام‌های خاندان پهلوی بود. منتها این دوران مدرن است، محدود بوده این کار. تقلیدی است از ساختار نجیب بودن و نوبلیتی در غرب، اما در تاریخ اسلام تبدیل شده به یک نوع تقدس در تاریخ شیعی و به راستی گرفتاری ایجاد کرده. این که من میگویم آب دهان هر سیدی هم دوای درد به شمار می آمد، چون ها اولاد پیغمبر بودند. امام جعفر صادق گفته که اینها برتر از دیگران هستند. همون محدث نوری گفته که اصلا اینها هستند که آدم درست حسابی هستند، بقیه به شمار نمی آیند. مادران می آمدند یک قندی رو، این که می گویم در تاریخ آمده، برای شما باز خواهم آورد نمونه ها رو، یک قندی رو در دهان سید قرار می دادند برای لحظه ای که آب دهن این سید به این قند برسه و این قند رو سپس در دهن فرزند خودشون قرار می دادند. سید کثیفی که شاید چند سالم بوده گرمابه نرفته بوده و معلوم نیست اصلا سید بوده باشه، یک آدم به هر روی شناخته شده به نام سید، قندی رو که به آب دهان این آمیخته بوده در دهان فرزند خودشون قرار می دادند که کودک بیمار خودشون رو شفا ببخشند. آب دهن سید چون
پیشینه این سید به پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا میرسه، بناست این آب دهن شفا بخش بیماری کودکان باشه. خب مردم بخت برگشته این یاوه ها رو پذیرفتند و این یاوه ها رو دولتیان روان ساختند، پذیرا کردند و امروز در کانون فرمان روایی ایران هست این یاوه ها. این گونه سخنانی که با مردم در میان میگذارند و مردم رو فریب میدند. زنده یاد احمد کسروی در این باره نوشته دارد که میخوام برای شما بخونم، ولی پیش از اینکه این نوشته رو برای شما بخونم یه نمونه ای رو میخوام از این سید سازی و امامزاده سازی برای شما یاد کنم. در قزوین مردی بوده به نام میرزا حسن شیخ الاسلام، رئیس المجاهدین، از آزادی خواهان برجسته اونجا بوده که پیکره این رو جناب بهروز میتوانند به شما نشان بدهند، پیکره این میرزا حسن شیخ الاسلام رو. بله، میبینید تفنگی در دستشه، آخوند هست، آخوند چندانی هم نبوده، آدمی بوده ردای دینی بر تن داشته، گویا سید هم بوده، از نامش معروف است، روشن است که گویا او را حتی رئیس سیدهای قزوین کرده بودند. اما او همراه با مشروط خواهان در قزوین قیام میکنه، رئیس مجاهدین بوده و از جمله هنگامی که مشروط خواهان در قزوین شورش میکنند و چند تن از دشمنان مشروط کشته میشوند، یکی از کسانی که کشته میشود پدر همین شخصیت برجسته است، میرزا حسن شیخ الاسلام. برخی گفتند که خود او در این کار دست داشته، اسناد نشان میدهد که این دروغ است. از اونجایی که این آدم در پاسداری از جان پدرش کاری نکرده، مشروط خواه و مجاهد بوده، برخی از قزوینی ها به او گفتند یک آدم بی غیرتی بوده. این آدم سپس از قزوین آمده به بیرون از قزوین در نزدیک جایی که امروز آب یک نام دارد. اتفاقا من هنگامی که با پدرم میرفتم برای دیدن زنده یاد محمد مصدق و امروز هم اگر شما بخواهید به احمد آباد بروید، این آب یک در راه قزوین، نرسیده به قزوین، جاده است از همونجا به طرف چپ که به احمد آباد مصدق میرسد، قارپوز آباد. این آدم در اونجا درگذشته و برای او آرامگاهی ساختن، پیکره این آرامگاه رو هم نشان بدهید. بله، دو پیکره از این آرامگاه داریم. این آرامگاه رو مردم پیرامون این منطقه امامزاده ساختن. گفتن امامزاده است چون ایشون سید بوده، پس بنابراین امامزاده است. اما از اونجایی که پدر او در جنگ با مجاهدین کشته شده، این واژه بیغیرت رو هم به اون اضافه کردن، شده امامزاده بیغیرت. این رو در میان مردم به عنوان امامزاده بیغیرت میشناسن. این نمونه است از این سید سازی و امامزاده سازی در ایران که مردی مجاهد، مبارز، مشروط خواه در جایی کشته میشود، میبخشید در میگذرد و این آدم میشود امامزاده، بعدم میشود امامزاده بیغیرت. به تازگی کتاب نامه های او به همسرش رخسار خانوم به چاپ رسیده در ایران. اگر دوستان این رو بیابند، کتاب بسیار جالبی است که این مرد نامه هایی داره به همسرش رخسار خانوم و چیز جالبی است که در این مجموعه اسناد شما بیابید و بخوانید. اما بازگردیم به رشته گسسته سخن. این سیدها، اینها بنا بوده همه کاره باشند. سید بودن، اولاد پیغمبر هستند، به اونها که نمیتوان ایراد گرفت. من بخشی از یادداشت کسروی رو در اینجا برای شما میخوانم. کسروی که خودش در آغاز نامش سید احمد کسروی تبریزی بوده و این واژه سید رو کنار گذاشته، کنار نهاده، چون به گفته خود او این سید سازی ها دروغین بوده و میدانیم دروغین است. پرونده ساختن همه سید شدن،
از جمله خاندان صفوی که میدانیم شافعی مذهب بودند. برخی از اونها از کردستان به نیاکان، اون از کردستان به آذربایجان کوچیدند و اینها شافعی مذهب بودند، شدن سید اولاد پیغمبر، پرونده سازی برای خودشون کردن. من این بخش کتاب رو یا مجموعه کارهای کسروی رو در کتاب خودم به نام زندگی و زمانه احمد کسروی آوردم و اگر بخواهید این رو میتوانید بجوید و بیابید در کتابخانه های خارج از ایران. در ایران هم گویا چاپ سفید شده و من بسیار شادمانم که کسانی در ایران این کار رو انجام میدن و من همواره گفتم که چاپ کتاب های من در ایران آزاد است، من هیچ گونه پیگیری در این باره نخواهم کرد تا اونجایی که به این کتاب دست نبرند. میگوید زنده یاد احمد کسروی، هنگامی که در عدلیه کار میکرده و در دماوند بوده، میگوید در دماوند روزی داستانی رخ داد که چون نمونه نیکی از بدخواهی سررشتداران است. کسروی کسانی که کشور رو اداره میکردند و سررشتدار میخوانده، دیوان سالاران، مدیران کشور، چون نمونه نیکی از بدخواهی سررشتداران است، در اینجا مینویسم: روزی از بازار میگذشتم، سیدی را دیدم بلند بالا و چهارشانه، دستاری سبز کوچک به سر بسته، رختی نزدیک به رخت افسران به تن کرده، شمشیری با دستی سیمین از کمر آویخته، شلاقی با دستی سیمین به دست گرفته، با یک ناز و گردن فرازی از پیش روی ما راه می پیمود. من به اون گریستم. حالا کسروی رئیس عدلیه دماونده، یعنی بزرگترین شخصیت حقوقی دماوند به شمار می آید و این آدم رو توضیح می کنه. من به اون نگریستم و دیدم به کسی رسید و از پشت سر شلاق به دوش او زد. آن مرد جست و چون بازگشت و سید را دید خم شد، دستش را بوسید. این سید، این شلاقی رو که با این دستی سیمین به دستش بوده به پشت این مرد زده، از جا جسته، ولی تا نگاه کرده دیده این سید هست، به جای اینکه خشمگین بشه بعد دست این سید رو بوسیده، دستش بوسید و پولی که ندانستم چند تومان بود در آورده به او داد. شلاق خورده، برانگیخته شده. اگر کسی دیگری بود این مرد باید با مشت به او میکوبید که مرد الدنگ چرا به من شلاق زدی. اما تا قیافه و چهره او رو دیده، دستش رو بوسیده، پولی هم از جیبش در آورده به او داده. من دیدم چیستان، خیلی جالبه این سخن کسروی، من دیدم چیستان اندر چیستان است. این سید کیست؟ چرا او را زد؟ چرا او به جای پرخاش دستی این را بوسید؟ چرا پول در آورده به او داد؟ مأمور عدلیه که پشت سرم می آمد چون دید من در شگفت شدم جلو آمد و گفت آقا ببخشید. خیلی جالبه، گفت به کسروی، گفته گفت این آقا نظر کرده حضرت عباس است. هزار سال پیش در کربلایی کسی به نام حضرت عباس کشته شده، قمر بنی هاشم، این مردک در دماوند نظر کرده این آدمی است که هزار سال پیش از اون درگذشته، هزار و اندی سال پیش از اون درگذشته. حالا مهم نیست که نظر کرده حضرت عباس چه نقشی داره، این سید اما نظر کرده حضرت عباسه. اینم مأمور عدلیه به کسروی میگوید این آقا نظر کرده حضرت عباس است. اینها آقایانی هستند، همه سال تابستان می آیند و در بیرون شهر چادر می زنند و به مردم شلاق می زنند و هر کسی که از دست ایران ایشان شلاق خورد تا یک سال بلا نخواهد دید. ببینید این یاوه هاست که مردم از جمله کارمند عدلیه پذیرفته که ما باید از دست این سید نظر کرده حضرت عباس شلاق بخوریم که در سال آینده بلایی نبینیم و دیگر تابستان دوباره اینها بیایند و به ما شلاق بزنند، پولی هم به اونها بدهیم.
کسروی در اینجا میگو من در اینجا سخنی نگفتم. با این حال با خشم به دادگاه رفتم. پس از نیم ساعت از دور دیدم که آن سید با یکی دیگر همچون خودش می آید و از در عدلیه پا به درون گذاردند. من دانستم که می آیند به من شلاق بزنند که ایشون هم یک سال بیمار نباشه. کسروی که خودش هم سید به اصطلاح بوده. من نگران زمان هستم، بله. دانستم که می آیند به من شلاق زنند و پولی گیرند. این بود همان که نزدیک شدن نهیب زده گفتم چه میگویید؟ آنان تکانی به خود دادند و یکی دست برده و از بغلش کاغذی در آورده و داد به من، کاغذی در آورد و داد به من و دیدم با مارک و مهر اداره حکمرانی مازندران است. یک کاغذی رو حکمرانی مازندران داده. به کت خدایان سر راه دستور می دهد که چون آقا سید ابراهیم خراسانی نظر کرده حضرت ابوالفضل علیه السلام و عازم آن صفحات می باشند، احترام و مساعدت فروگذاری ننمایند. در شگفت شدم که چرا این نوشته را به دست سید گدایی دادند. چون خواندم و سر بلند گردانیدم و کاغذ دیگری داد دیدم که از حکمران آمل است. باز دیگری داد، دیدم از وزیر عدلیه. نیک بنگری، کسروی کارمند عدلیه است، رئیس عدلیه، دادگستری شد بعدها در دماوند. دیده افزون بر این نامه هایی که از حکمران مازندران و آمل در دست این مردک شلاق زن دروغ پرداز هست، نظر کرده حضرت عباس ابوالفضل. دیدم نامه از وزیر عدلیه مشاور السلطنه است. باز دیگری داد، نامه دیگری داد، دیدم از نخست وزیر قوام السلطنه است. همچنان پیاپی کاغذ به دست میداد. خب ببینید، وزیر عدلیه و نخست وزیر مملکت قوام السلطنه که از برجسته ترین شخصیت های سیاسی تاریخ ایران بوده، به یک سید گدای دروغ پردازی نامه داده که ایشان نظر کرده حضرت ابوالفضل. قوام السلطنه از کجا میدانسته که این آدم نظر کرده حضرت ابوالفضل؟ اینها باج دادن بوده، اینها رسمی بوده که در اون هنگام وجود می داشته برای اینکه با آخوندها کنار بیایند و امروز این آخوندها سر کار هستند و این سیدهای شلاق زن مدیران کشور ما هستند. دردناک است این تاریخ. تا برنامه آینده، روز و روزگار و شما خوش باد.